پس از ملغا شدن سفر اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان به کابل، مجلس نمایندگان تصمیم گرفته که شنبه مسئولان ارشد امنیتی را در پیوند بر روشن شدن این موضوع به یک نشست ویژه فرا بخواند. مجلس نمایندگان گفته که در این نشست عامل‌ها و انگیزه این موضوع را بررسی می‌کند و در صورت تعلل کاری با عامل‌های آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد. با محل کندنکاری را مستند برای مردم افغانستان نشان بده. وقتی که مواد منفجره را پیدا کرده با دور برای رسانه ها شریک کنند. شمار از رسانه های پاکستانی گفتند که سفر رئیس پارلمان این کشور بدون هماهنگی با رئیس جمهور افغانستان صورت گرفته و به همین دلیل اجازه نشست به هواپیمای حامل اسد قیصر در فرودگاه حامد کرزی دادن نشد. اگر واقعا رئیس جمهور افغانستان این کار کرده باشد که تیاره عامل رئیس پارلمان پاکستان را برگشتانده باشد، یک چیز واضح است که به سیاست آینده افغانستان، بروند صلح افغانستان امکان دارد که یک مشکلات را بار بیارد. قرار بود که رئیس مجلس نمایندگان پاکستان در سفر سه روزه‌اش با همتای افغانی خود در پیوند به گشودن فصل تازه از روابط اقتصادی و ترانزیتی و همچنان بهبود وضعیت مرزی دو کشور صحبت کند. من به این باورم که یک مرحله تازه از روابط میان دو کشور آغاز شده و روابط مردمی میان ما باید بیشتر ترویج شود. چند ساعت پس از برگشت رئیس پارلمان پاکستان از آسمان کابل به اسلام آباد، وزارت خارجه افغانستان در مورد لغو این سفر ابراز نگرانی کرد و گفت که امیدوار است این سفر به زودترین فرصت از سر تنظیم شود. نشان می‌دهد که اینها جمع‌آوری میان قوای مقننه و اجراییه ندارند. اعضای مجلس نمایندگان میگویند که هواپیمای حامل اسد قیصر نزدیک به یک ساعت در فضای کابل در حرکت بوده، اما از سوی مسئولان فرودگاه به دلیل آنچه که تهدید امنیتی گفته شد اجازه نشست دریافت نکرده است.